سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بی‌شرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانی. خب این ادعا به شدت بی‌شرمانه است که شما در این 4 دهه از انقلاب گذشته چه کار میتوانستید علیه ملت ایران بکنید که نکردید؟ هر کاری نکردن چون نمیتوانستن، چون براشون صرفه نداشت. اگر میتوانستن میکردن، اگر براشون صرفه داشت نمیترسیدن از جوانهای ایرانی، جنگ مستقیم رو هم مثل عراق شروع میکردن، اما ترسیدن. هر کاری توانستن کردن، از گروههای تجزیه طلب در اول انقلاب حمایت کردن، از کودتای پایگاه شهید نوژه در همدان حمایت کردن، از تروریسم گور منافقین که چند هزار نفر رو در کوچه و بازار کشور به شهادت رسوندن، آمریکایی‌ها حمایت کردن، پشتیبانی کردن. از صدام وحشی در جنگ 8 ساله همه جوره حمایت کردن، تسلیحات دادن، اطلاعات دادن، کمک کردن، عربا رو وادار کردن به پول دادن. حتی شروع جنگ با تحریک آمریکایی‌ها بود. هواپیمای مسافری ما رو بر روی آسمان خلیج فارس سرنگون کردن، نزدیک 300 نفر رو روی هواپیمای مسافری کشتن. از اوائل انقلاب ملت ایران رو تحریم کردن. این اواخر در این چند سال اخیر شدیدترین تحریم ها رو خودشون گفتن. هرگز در طول تاریخ هیچ ملتی اینجور تحریم نشده. سال 88 در فتنه 88 صریحاً از فتنه گرا حمایت کردیم. شما آمریکایی‌ها سردار رشید ما رو صریحاً اعلام کردید که کشتید یا بهش افتخار کردید. دستور دادید شهید سلیمانی صرفاً قهرمان ملی نبود، قهرمان منطقه بود. شما از قاتلان دانشمندان هسته‌ای ما حمایت کردید. دانشمندان ما رو یکی یکی عوامل صهیونیست‌ها به شهادت رسوندن، شما از اونها حمایت کردید. شما میلیاردها دلار از اموال این ملت رو در کشورهای مختلف حبس کردید، غیر از اونی که از اول انقلاب در خود آمریکا حبس شد. چه کار میتوانستی علیه ملت ایران بکنی که نکردی؟